من که کوچیک شما همین پارسا هم گفتیم بیاییم راجع به تیکه انداختن صحبت بکنیم، چون من حرف نظرم زیاد دارم و هم آدمی هم که هم تیکه زیاد میشنوم هم عرضگاهی تیکه میندازم، مثلا احساس کردم شاید صحبتمون جالب باشه. آره من اینجا رو قبول ندارم، ولی خب منم سلمازم، کوچ روابط هستم. علت این که این تاپیک رو انتخاب کردم و علت این که از امیرپرسای عزیز خواستم که بیاد، از تو خواستم، بهتم گفتم، اینه که با وجود این که انقدر تو تاپیک ها و موضوعات هیجان مدار و خیلی پرسر و صدایی رو انتخاب میکنی، ولی تو بیانشون و وقتی که میخوای پاسخ مخاطبین تو بدی، حداقل من توشون تیکه ندیدم. یعنی روت هستی ولی واقعا حریم شخصی آدم ها رو بهشون احترام میذاری، از ادب درستی استفاده میکنی، چون تیکه یه تیکه بزرگش عدم رعایت ادبه به نظر من. من خجالت کشیدم که تیکه میندازم از گاهی. نه بابا نه، من که نمیشه شد به دوستایی نه. من از سوشال میدیا نه، ولی خب آدم های خلبتی هم دارن تو روابطشون و اینا دیگه. آره ولی من دارم راجع به پابلیک فیگر بودنت میگم. من از اونجا میشناسم، من که با تو معاشرت دوستی نزدیکی نداشتم متاسفانه. افتخاری نصیب ما نشد. اختیارش. خب حالا بچه ها، من یکی دوتا ویدیو درست کردم موقعی که تو حیات ویدیو میگرفتم در تابستون و راجبش صحبت کردم که و گفتم که تیکه مانع ارتباطیه و به طرز اجابتی بر خودم یه عالم آدم از من پرسن چرا مانعه. گفتم برای اینکه مانع ارتباطی یعنی چی؟ یعنی هر اون چی که بین ارتباط من و شما بیاد و یک مرز ایجاد کنه، یک حائل ایجاد کنه و نذاره که مکالمه درست و رک و پوسکنده اتفاق بیفته. یعنی انگاری که من همش باید هی دیکوت کنم، کد شکنی کنم، رمزگشایی کنم منظورش چی بود، الان اینو به من گفت منظورش این بود یا منظورش اون بود. یعنی مانع ارتباطی دیگه. به جای اینکه مثلا من بگم آقا من ناراحت میشم تو تلفنات سر وقت جواب نمیدی، مثلا بهش میگم تو هم که هیچ وقت تیکش میندازی واقعا یا نه دیگه، تیکش اینه که تو هم که هیچ وقت ما رو آدم حساب نمیکنی، مثل من به تو تیکه نمیندازم، من رو کبوس کنده بهت میگم. یه ضرب مثلی هم هست، میگم ما تیکر انداختیم رو زمین صاحبش میاد برمیداره. تو یه حرفی میزنیم اونی که باید بفهمه میاد برمیداره. البته نگفته نباید که یه 70-80% ضرب المثل ما رو با جاش باید بندازید ببره آب. آخه من با این موضوع یه بار اصلا می‌خواستم اجازه ویدیو بسازم که یه سری از ضرب المثل اشتباهی هستن بعد چیه اصلا خیلی خیلی اصلا یعنی بعضیشون انقدر مثلا خواستن توانستن است. اصلا کی اصلا چی میگین؟ کی گفته اصلا خواستن توانستن نیست، انجام دادن توانستن است. کجا رفتی؟ من دارم می‌نویسم اینجا. نوت برمیداره عزیزم. بچه کامنت ها رو میبندم اگه اشکال نداره، برای اینکه شما هیبت مهمونمون رو درست ببینین و بعد انتهای بحث با اجازه شما من دوباره کامنت ها رو باز میکنم. آها درست شد. خب بگو برای تو تعریف تیکه چیه؟ تعریف تیکه به نظر من اصلا حالا قرار بازی که بیانتی داره من داشتم با یکی صحبت میکردم رجوع همین موضوع خیلی جالب بود، گفت تیکه، حالا من هم که قبولش دارم اسمش روشه، یه تیکه از یک دیالوگه، یه تیکه قلمبه از یه سری حرفه، حرفایی که خیلی موقع نمیشه زد یا نمیخوایم بزنیم یا اصلا نمیخوایم بحثش رو دوباره باز بکنیم. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا من دست شما ناراحتم، یه بارم قبلا جوش بحث کردیم، واسه من این موضوع حل نشده. آه. من واسه اینکه شما بدونین من واسم حل نشده و هنوزم ناراحتم، شاید یه موقع بیام تیکه‌شو بنزنم بهتون. ولی تیکه اینجوریه که نمیخوام به جوش حرف بزنم، فقط میخوام بدونی که عدس هنوز ناراحتم و واسه من حل نشده این موضوع. حالا این موضوع از کجا میاد به نظر من؟ ممکن از قدرت حرف نزدن من بیاد، اول از همه که چرا حرف نمیزنم راجع بهش، یا از عصبانیت، یا حتی چون اما وقتی عصبانی میشن حرفایی میزنن که شاید دوست نداشته باشن تو حتی بزنن دیگه. این دوتا دلیلشه، یا خیلی موقعم متوجه حرفمون نیستی، متوجه تیکه نیستی، یعنی واقعا داریم شوخی میکنیم ولی داریم آسیب میزنیم. حالا آسیب ذهنی یا مثلا یه مثالی من براتون بزنم، یه بار فکر کنم مثلا قضیه مال 4 سال پیشه، من کافه کار میکردم، بعد تقریبا میشه گفت پرفشارترین دوران زندگی من بود. من یه شعبه دومم کافه داشت راه میافتاد،
بعد انباردار شعبه اولم رفته بود. من صبح ساعت 7 صبح رفتم انبار به همراه مدیر اون کافه تا ساعت 10 صبح مثلا تو انبار بودم. 10 صبح تا 4-5 بعد از کاری خودم انجام میدادم تو مثلا همون شیفتی که داشتم. 4-5 بعد از ظهر میرفتم شعبه 2. شعبه 2 مثلا تا 10 شب شعبه 2 بودم. 10 شب میمدم دفتر، کارهایی که مثلا انجام دادیم و جمع بندی میکردم گزارش ها میدم تا مثلا 1-2 صبح دور میرفتم خونه. روز از روزی از بعد حالا به جای که 7 صبح من انبار باشم، همیشه 7:30 مثلا 7:20 دقیقه میرسیدم. بعد اون انبار، حالا مدیری که همراه من بود اینو میدونست که همین پارسا به خاطر اینکه مثلا اینجوری فشار کاریش یه رو 10 دقیقه رو دیر میرسه. یه روز مثلا من 7:20 دقیقه رسیدم کافه و سلام سلام، گفتش که فردا من نیستم، یکی دیگه میاد به جای من. اینو گفتم بهت بدونین، گفتم حل لازم، اوکی دیگه ما کارمون رو کردیم تمام شد. و فرداش من 7:10 دقیقه رسیدم و گفتم سلام خوبی، ببخش من یکم دیر رسیدم. گفت نه نفر مثلا مدیر قبلی من گفتش که تو هر روز دیر میای. و من یه راست شوک شدم که ای تو چی میدونی از روز من که داریم یه هر روز دیر میای؟ هر روز دیر میای. اصلا به من خیلی فشار آورد حرفش، خیلی فشار آورد. گفتم اوکی دارم تو سرویس کنم دیگه. من کارم تمام شده. بعد اون روزی که این حرف رو من شنیدم تا 4 صبح من دفتر داشتم کار میکنی، 5 صبح بود. 5 صبح رسیدم خونه، پیش خودم گفتم من پارسا بخوابی 10 بیدار میشی. نخواب، یه قهوه بخور، یه دوش بگیر، پاشو برو انبار. حالا یه روزم نخوابی چیزی نمیشه که. دیگه من رسیدم خونه و دوش گرفتم و قهوه‌مو خوردم و یه کوچولو مثلا کارامو جمع کردم. مثلا ساعت شد 6:10 دقیقه. گفتم خب راه بیفتم برم به سمت کافه که زودم برسم، این دیگه من حرفی نزنه تا هم که مثلا به من گفته هر روز دیر میای. من انداختم تو نیایه، شان ایران نبودین خیلی وقت نمیدونم خیابون میدونم بابا میدونم. آره انداختم تو نیایش. بعد خلوت جمعه ام بود، انداختم تو نیایش، دیدم وای چشای من داره میره از خواب. گفتم بذار شیشه رو بدم پایین یکم باد بخوره تو صورتم. شیشه رو دادم پایینو بعد پیچیدم تو چمران، همون موقعش یادمه پیچیدم تو چمرانو سرمو گوشم در پنجره که باد بخوره تو چشام و مثلا خوابم بپره یکم. دیدم نه اصلا مغزم خوابه. صدای موزیک رو زیاد کردم که باز صدای موزیک به گوشم بخوره و خواهم بپره. صدای موزیک زیاد، سرم لبه پنجره، دیدم آفتاب داره میخوره، چشای من تنگ شده. گفتم بذار عینک آفتابی هم بزنم که دیگه چشم تنگ نشه، مثلا چشم بره یه بود. چقدر رامونده کامران رو به سمت پارکوی دیگه رد کرده بودم. بعد صدای موزیک هم زیاد، من پیش رو که رد کردم خوابیدم پشت فرمون. بعد مشتی خوابیدم، یعنی واقعا رفتم، قشنگ رفتم. بعد فقط من یک صحنه یادم که چشمام باز کردم، دیدم آینم داره میخوره به گاردریل، یعنی ماشین اینوری شده بود، آینم داره میخوره به گاردریل، بغلیم یه 206 بود، دستش رو بوق دید من خوابیدم، اتوبوسم جلو، بی آر تی هم جلو وایساده بود سر دم ایستگاه. و مثلا من فقط یادم فرمون کشیدم به سمت خود اتوبان، سمت چپ ماشینم خورد به بی آر تی، یه دور تو اتوبان چن، یعنی اتوبان خلوت بود چون جمعه صبح بود، یه دور اینجوری سرعت مثلا 100 تا 90 تا بود حداقل، یه دور این دوستان یک و نیم دور اینجوری چرخیدم و ماشین وایساد برعکس اتوبان. بعد بغلی من دست پرید اصلا پرید کردم. بعد رفتم همون صاف شدم رفتم پارکوی و بعد بغلی 206 من گفت بابا خواب بودی؟ و منم عصبانی نگاهشم گفتم معلومه که خواب بودم، خدا به خواب نزده بودم که پشت فرمون که. بعد رسیدم هم بعد زدم بغل پیاده شدم ببینم چی شد، درم باز نمیشد و چه اصلا ماشین ترکیده بود. دوباره سوار شدم و رفتم کافه. مثلا 7:05 دقیقه رسیدم، 7:05 دقیقه رسیدم. همون دختره که اونجا بود گفتش که بازم دیر اومدی که. گفتم ببین ببند دهنت و الان یه چیزی بهت میگم به خاطر دهنشم میمونم. و اون اینو بخاله اینا رو گفتم که ببین برسم. خیلی موقع تیکایی که میندازیم شاید واقعا طرف فقط گفته که بگه، یه چیزی گفته اصلا یادش هم نباشه حرفش چه تاثیری میذاره، ولی بهش منو به کشتن میداد. آفرین. آره ولی ببین بذار من بهت بگم این قصه که خیلی ترسناک بود. من خواب شبانگاهی رو از سر ما پرید. ولی میخوام بهت بگم که اولا که دو تا قسمت خیلی خوب داشت حرفی که مثالی که زدی. یک اینی که ما تیکر خیلی وقتا به خاطر این میندازیم که خودمون رو میخوایم پشت یه چیز قایم کنیم که روپو پوسکنده حرفو به طرف نزنیم، ولی بگیم که مثلا من میدونم، من مثلا انباردار قبلی به من گفته که تو دیری،
فکر نکن من خبر ندارم. یکی اینه، دقیقا. یکی اینم اینه که اون کسی که تیکه رو دریافت میکنه، که به نظر من اتفاقا اون از همه برای مهمتره، چون ما با سنتی و سلامت روان خودمون اینجوری حفظ بکنیم، مهم اینه که ما چه تعریفی از اون تیکه تو ذهن خودمون به خودمون میکنیم، یعنی چقدر از اون تیکه رو درونی میکنیم و به خودمون میگیریم اصطلاحا. مثلا یه جایی هست که جان من به خودم گفتم خیلی موقع تیکه که انداخته میشه در قالب شوخی، در قالب اعتراض فرق نداره، جلوی یک تغییر رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی مثلا دارم میگم، من باز اینو مثال میزنم چون تو خودم هم وجود داره این موضوع. من خیلی موقع پیش میمد که یه جایی دیر برسم و واقعا هم دست خودم نبود، هر کاری میکردم دیر میرسیدم. یعنی نه که من مثلا دارم میگم 9 صبح بعد باشگاه باشم، 7 صبح پاشم 9 و نیم میرسم، 5 دقیقه به 9 هم باشم 9 و نیم میرسم. نمیدونم چرا واقعا نمیدونم. این مشکل منه. بعد حالا اینو برای چی میگم؟ برای میگم که من دارم به خودم کار میکنم که سر موقع برسم همه جا، دارم این تغییر اینجا. بعد تغییر پروسه است دیگه، طول میکشه. اینجوری نیست من الان تصمیم میگیرم فردا انجام شه، مطمئنا زمان میبره. حالا تو این زمانی که داره میبره، این وسط به من یکی تیکه بندازه که ای بابا تو هم که باز دیر اومدی، یا اصلا تو که میدونم دیر میای، این جلوی تغییر من ممکنه بگیره. ممکنه آره تو این ممکنه که جلوی تغییر منو بگیره، یعنی به من فشار ذهنی بیاره که جلوی اون تلاش رو بگیره، کار منو سخت‌تر میکنه. و خب ما اینو می‌خوایم. آره یه موقع تیکر رو میندازیم، یه موقع تیکر رو میشنویم. وقتی تیکر رو میندازیم متوجه تأثیری که داره تیکمون میذاره نمیشیم. خیلی موقع ها موقعی که تیکر رو میشنویم هم متوجه تأثیرش نمیشیم، چه تأثیری داره رومون میذاره. دقیقاً. ولی این حالا بیام یه پله عقب، تیک انداختن و تیک شنیدن از کجا میاد؟ از حرف زدن و شنیدن. دو تا تکنیکی که به نظر من هر کسی اگر واقعا بلد باشه میتونه تو زندگیش برنده باشه. من واسه همین از کلاب هاوس خیلی خوشم میاد، چون آدما حرف میزنن و میشنون. و تو اگر این دو تا رو بلد باشی همه جا موفقی، تو مذاکره موفقی، تو رابطه موفقی، تو رفاقت موفقی. حرف بزنی به این میگن رابطه موثر. هر کدوم از رابطه موثر بشنوی هم حرفتو راحت بزنی. ولی بذار من کامل کنم اینو، بذار من کامل کنم. درست بشنوی، درست بشنوی، گوش ندی. چجوری میشه درست شنید؟ من الان به چیزی میگم، من الان به شما یه چیزی میگم و تو ذهنت میگی منظور سلماس این بود یا اون بود. حالا دو راه داری، یا خودت اون چیزی که فکر میکنی نه من که میدونم منظورش این بود انتخاب میکنی. راه دوم چیه؟ راه دوم اینه که میگن همیشه یه بار تکرار کن. من که این کارو میکنم میبینم تو آدمو چقدر تاثیر میذاره تو رابطه‌ام. مثلا میگم پس من یه دفعه بگم ببینم من درست متوجه شدم منظور تو دقیقا اینه. بله ببین این خیلی خفه، این خیلی تکنیک جالبیه، اینو خیلی اصلا ببین بالای 80-90 درصد مواقع طرف میگه نه من منظورم اینه. میام خب ببین الان این عبارتی که استفاده کردی من این برداشتو کردم، خیلی صادقانه ها، نه که بگم ببین من این برداشت کردم پس تو حرف زدن بلد نیستی تیکه. خب دقیقا آدم ها چیکار میکنن؟ آدم ها به همون برداشتی که کردن ریاکشن نشون میدن. ببین و حالا طرف میاد میگه نه با منظور من این نبود به خدا. آره برداشتر ما با قصه های ذهنی خودمون میریم، با اتفاقات قبلی میریم، حتی با اون طرف. ببین راجع به مسئولیت و راجع به زمان یه چیزی رو گفتی، من بسیار بسیار زیادی آدم حساسی رو زمان هستم، به خاطر اینکه اصلا تو خانواده بزرگم که بابام ارتشی نبودم ولی خیلی زمان مدار بودم. تو که خیلی با من آن تایم بودی همیشه. بعد حالا بگذرم از اینکه اگه خودم یه موقع دیر کنم چقدر خودم رو سرزنش میکنم، یه صدم ثانیه هم دیر شه چقدر همش این مواظب این گفتگوی سرزنشگر ذهنم هستم. ولی ببین عجیبه، آیرونیش اینه که هر کی سر روی من میاد به زمان هیچ احتراز کانسپت زمان نمیده چیه. مثلا یه دقیقه دیگه مثلا طرف باید زنگ میزنه میگم خب کجایی الان؟ باید 5 دقیقه دیگه جلسه شروع میشه، دارم میام. اصلا دوش آب داره میاد عزیزم، یه دقیقه تو چجوری میتونی بیاد؟ خب ولی من اینو یاد گرفتم سال هاست که هر بار که با طرفی که میدونم با زمان چالش داره میخوام مکالمه کنم، به خصوص زمان، برای اینکه زمان خیلی چالش بزرگی برای آدم ها، برنامه ریزی، باید مواظب به لغت هایی که براش به کار میبرم باشم. الان قبل از اینجا بهت گفتم برای اینکه وقتی ما با آدم ها جوری صحبت میکنیم، بابا تو که همیشه دیری،
اصلا دیگه جایی برای پیشرفت نمیذارم، طرف رو میذارم تو گوشه انفعال. اگرم طرف واقعا تغییر بکنه شما نمیبینی. آره اصلا من با خودم فکر کنم بابا من که خودم بکشم این داره قبول کرده من دیرم دیگه، حالا چه کاریه؟ برچسب داری میزنی که جلوی تغییر طرف هم میگیره. آفرین. مثلا اون موقعی که تو مدرسه من یادم معلم گفت این بچه تنبل است، اول سال تصمیم میگیره کی تنبله کی زرنگه دیگه. اون تنبل است من خیلی عزت نفس بالایی میداشت که تمام سال خودشو بکشه که آخرش بالاخره ثابت کنه دیدی تو اشتباه کردی. اکثرا گفتم با ما که تنبلیم ولش کن بس درس نخون. بعد اگر همون تنبل موفق میشد میگفتن تقلب کرده، امکان نداره. و اینا همش از چی میاد؟ از یه سری از افکاری میاد که ما باهاشون بزرگ شدیم. باز قبل این لایف بهت گفتم من از همسرم پرسیدم آقا این ماجرای تیکر به انگلیسی چی ترجمه کنم؟ گفت کریتیسایز میشه نقد کردن، ولی خب میتونیم کریتیسایز منفی هم داریم که نقد بی انصافی میشه. اون فرق داره با تیکر. ها فرق داره. آره اون اصلا تیکر من تو انگلیسی اصلا این مدل حرف زدن اینجوری شما رو من نمیتونم لغت مثل خسته نباشید خسته نباشید من قربونت برم یا نه تعارف خودش میگه اون لایو منو باهاش برید دو هفته پیش بود ازش پرسیدن که یه چیز تو فرهنگ فارسی میبینی که خیلی عجیبه برای چی گفت دیس تاروفینگ. حالا من یه چیز تعریف کنم براتون. یه بار یه جا خونده بودم اینو که ژاپنی اومده بود ایران سفرنامه مینوشت، بعد از ایران که برگشته بود نوشته بود که ایرانی از در میترسن، هر کی به در میرسه همه وای میسن هیچ تو نمیره همه میترسن برات. این تعارف هم دقیقاً همینه، واقعا این چیز عجیبه واسه کسی خارج از ایران. اینو می‌خواستم بگم از بحث خارج نشیم راجع به شنیدنه. خیلی موقع ما خب ما هر کسی یه هوشی داره دیگه، وقتی من دارم با شما صحبت می‌کنم یا شما داری با من صحبت می‌کنی یه بخشی از هوش من درگیره که ببینم شما داری چی میگی، داره پردازش می‌کنه. خیلی موقع آدما هوششون رو خرج فهمیدن چیزایی می‌کنن که قرار نیست بشنون. یعنی شما داری با من حرف می‌زنی من دارم به این فکر می‌کنم که خب منظور این که این نیست، داره این حرفو می‌زنه که اینو به من برسونه، داره به در میگه دیوار بشنوه، در حالی که نه طرف داره میگه. می‌دونی ما هوشمون رو باید خرج فهمیدن چیزایی بکنیم که واقعا قصد طرفم هم همونه نه خارج از اون. ببین میدونی این خیلی سخته ها، حالا مثلا این خیلی من دارم میگم آسونه ولی خودم خیلی جایی هم دارم شنیدن کار سختیه. دقیقا یه مانع ارتباطیه دوباره، اونم برمیگرده میگه که من اسمشو گذاشتم که بگو تا جوابتو بدم، به جای اینکه بگی بگو تا ببینم چی میخوای بگی. وقتی میگم خیلی آدم ها که دارن گوش میدن واقعا گوش نمیدن، صبر کردن حرف شما تمام شد که حرف خودشون رو بزنن که بگن که من اصلا تو نفهمیدی که چه اتفاق افتاده، بذار من به تو بگم، بذار من جواب تو رو بدم، حق با منه. اینم میخواستم اضافه کنم، خیلی موقع تیکه انداختن باعث میشه که حق رو از طرف مقابل بگیریم. یعنی چی؟ مثلا دارم میگم من خیلی از آدمایی تو زندگی هستن دوستایی که یک لول از من دورترن، دوستای دایره صمیمی من نیستن، ممکنه من هفته دو بار هفته سه بار یا وقتی باشون کار دارم باشون جواب یا وقتی اونا با من کار دارن صحبت بکنن. وقتی با هم صحبت میکنیم هر کی زودتر بگه پارسال دوست امسال آشنا برنده است. میدونی جدی میگم، یعنی اگه من بگم طرف میگه وای ببخشید و فلان دقیق بودم، اگه اون بگه من مجبورم میگم وای ببخشید، در که اینم دقیقاً این خیلی بده ها. این هر کی زودتر تیکر بندازه حق با طرف میگیره. اصلا ما چرا باید همش دنبال یه مقصر باشیم یا یکی باید عذرخواهی کنه؟ چرا هر جفت طرفا نمیتونن مساوی در یه ردیف باشن و با هم معاشرت کنن؟ چرا تو وقتی دوست تو قدرت اندی میبینی صحبت میکنی 50% احتمال داره که ببازی تو مکالمه تو مذاکره یا قانع نشی یا نباشی؟ اینو بهت میگم جا اینجا رو تو به من بگو، چرا ما باید فکر میکنیم مکالمه همون باید برنده و بازنده داشته باشه؟ چرا مکالمه نمیتونه شما ببین حالا این بنظرم به دیدگاه افراد بستگی داره، به زیر ساختای شخصیتیشون بستگی داره. خیلی تو رابطه وقتی شما داری بحث میکنی مثلا من از پارتنرم ناراحتم به دلیلی، دو تا کار میتونم بکنم با توجه به مثلا دارم میگم شناختی که از پارتنرم دارم، میدونم اگر بهش بیام بگم که مثلا فلانی من به این دلیل از دست تو ناراحتم، میدونم قبول نمیکنه و سعی میکنه منو قانع بکنه، مثال دارم میزنم ها، سعی میکنه منو قانع بکنه که نه اینجوری نیست، ولی نه تیکمو که بندازم سعی میکنه ناراحتی رو برطرف بکنه به جای که بیاد منو قانع بکنه که نه تیکت اشتباهه. چون تیکه حالا برگردیم به بحث قبلی من، این دارم دلیل تیکه ناخن خودم میگم خیلی موقع که بده اصلا خوب نیست.
خیلی خب موقع پس برگردی برای یه مانع ارتباطی داری ازش استفاده میکنی که قالب بشی. چرا نه من بده موانع ارتباطی؟ مگه همیشه ما باید ارتباط موثر داشته باشیم؟ چرا یه سری موقع با مانع آخه نباید بابا، حرف بزنیم؟ آخه وایستا، نه ما تیکه که بشر. آسیب بزنه، ما تیکه که آسیب بزنه نه، تیکه که تیکه غیر آسیب منظور اونو زننده بریم. نداریم، تیکه غیر آسیب زننده وجود نداره که، تیکه آسیب میندازه. تو اگه بخوای یه چیزی، مثلا من بخوام تو بگم چرا خوشتیپ شدی، خب دیگه این تیکه نیست که. ولی وقتی میگم ها بابا خوشتیپ، این تیکه است دیگه بابا، منظورم خوشتیپ شدی نیست که. تو یه دونه تیکه غیر آسیب زننده به من نشون بده، بهت بگم مانع نیست. یه دونه، مال ما خیلی گشتیم نیافتیم. میتونه واقعا، یعنی اگه بیایم عمقی نگاه بکنیم، آره بیس یعنی تو کاتگوری آسیب دهنده قرار میگیره، ولی آسیب نمیدونم، شاید واقعا آسیب میزنه. ببین من و تو انسان، انسانی و انسان موجود معاشرتی، موجودی که باید در جمع معنا پیدا میکنه. پس اگه من میگم باید ارتباط موثر بشه، انسان رابطه میزنه، گفت و شنود میکنه، بگیر و ببند داره. به واسطه اینا اگه قرار شه من با هر مکالمم یه عالمه بار منفی بگیرم، حتی یه دونه بگیرم که با تو که میدونم دیری، خب چه کاری روز تو من میدونم دیری 7 تا 10 دقیقه تو روز شروع شده تا فردا هفت که به یه حادثه منجر به تصادف شده ادامه داشته. چرا وقتی من میتونم خیلی راحت بگم ببین من شنیدم مثلا تو دیر میای، ها برای من سر ساعت بیا، مثلا من فردا دیرم میشه، یا اگه کمکی نمیکنه این ارائه اطلاعات اینا ببن. چرا حتما چه موقع حرف نزدن؟ ببین قبول دارم حرفتون رو، کاملا قبول دارم، حرف مثلا نزدن هم من هنره. سب تو اون مثال اگه اون خانوم بهت نمیگفت من میدونم تو دیر میکنی، چی میشد؟ این حرف نزدن چه بدی به تو میکرد؟ اصلا دونستن این که تو دیر میکنی از نظر اون چه لطفی در حق تو داره، چه مفیدی داره؟ نه هیچ نداره. پس ببین برگردی به اون قسمتی که چرا ما تیکه میندازیم، یک جسارت و شهامت رک و پوسکند حرف زدن با آدم ها رو نداریم، چون میدونیم عمیقا که ما حقه اون نقد و اونجوری که خودمون فکر میکنیم نداریم، ما محق نیستیم. پس خودمون رو زیر قالب تیکه قایم میکنیم که حرفمون رو بذاریم خالیشیم، بهش میگن تهوع روانی. خودمون رو خالی میکنیم، طرف یه روز کامل حملش میکنه، فرداش هم حادثه دورجون منجر به تصادف داره. و خیلی اینجوریه ها، ببین چقدر شده تو توی جمعی میری طرف از همون مکالمه اول احساس کنی با چقدر جو سنگینه، با این نمیتونم تحمل کنم، ورسز میری یه جایی با 4 نفر آدم صحبت کنی همه مثل خودتن، هیچ چیزی وجود نداره. این حرفای حالا تیکه، من میگم همیشه پشت تیکه همش تو باید رمزگشایی کنی. اینی که الان گفت منظورش چی بود؟ منظورش که منو میگفت یا مثلا اون یکی رو داشت میگفت؟ الان من چیکار کردم، اون چیکار کرده؟ میدونی؟ بجای اینکه قشنگ معاشرتمون رو بکنیم. و وقتی آن پرسا جان این تیکه ها که به انگلیسی ترجمه میشه که دیگه دیدنی در آدم چی مثلا؟ یعنی میگی بابا نمیخواد تو تیکه بندازی، حرف نزن اصلا. حالا اینجاست که حرف زدن حرف نزدن خیلی بهتره، نمیخواد من تو برسونی. خیلی جاها کلا حرف نزدن بهتره برامون، ولی خب وقتی حرف نزدن هم هنرات دیگه. آره وقتی جسارتشون رو نداریم که حرفمون رو استریت فوروارد و روک بزنیم، خیلی بهتره که صحبت نکنیم. وقتی با حرف نزدن هم جسارت میخواد. آره آفرین، مرسی مرسی. وقتی حرفمون ممکنه طرف رو به هر نحوی آزار بدیم چون خودمون حس بهتری پیدا میکنیم، بهتره که تمرین کنیم صحبت نکنیم. اگه میخوام کسی رو نقد کنیم باید اول ازش اجازه بگیریم. چرا راحت تیکه میندازیم؟ چون برای تیکه اجازه نمیخواد. فرهنگ ما اجازه میده که به راحتی دهنمون وا کنه چه دلمون میخواد بگیم. ولی مثلا میگی اگه بخوای طرفو نقد کنی که پاسا من فکر میکنم که تو باید رو ساعت زمانبندیت کار کنی سر وقت بیای، طرف تو هم میگی من از شما درخواست نه چیز کردم، نقد و بررسی کردم، آقا کی از شما پرسید اصلا؟ ولی وقتی میگی که من میدونم تو دیری، دیگه تو اصلا جایگاهی نداری بگی که میدونی، چون برای تیکه ما هیچ ابزاری برای مقابلش نداریم. فقط شنونده ای. حالا بحثم این شنیدن تیکه رو می‌خواستم بگم. بگو.
شنیدن تیکه باز دارم میاره به همون جسارت خیلی موقع حرف نزدم. ما خیلی از تیکه رو اصلا لازم نیست به جوابی بهشون بدیم، این هایی میخوایم جواب بدیم خیلی بیدلیل میشه دیگه، ولی تیکه شنیدن خیلی سخته، مخصوصا چه طرف آشنا چه طرف غریبه، ولی به نظر من واکنشان نسبت به هر کدوم فرق داره. ولی به نظر من جفتش باید بشنویم و قدرت شنیدن باید داشته باشیم. وقتی غریبه میاد به تو تیکه میندازه، حالا من معمولا شوخی میکنم، هر کسی به تیکه میندازه یعنی به شوخی میگیرم و ولی میشنومش. اون شوخی به این معنی نیست که حرفش گرفتم انداختم این برای که مسخره کنم یا مثلا بگم بخندم، نه اصلا حرفش رو شنیدم، ریاکشنم با شوخه، یعنی هم حرفم رو دادم آقا من حرفتو شنیدم، متوجه شدم چی داری میگی، بعد شاید درسته شاید غلطه نمیدونم ولی شنیدم. خیلی موقع ما تیکا رو اگر ببین بیا با هم رو راست بشیم، ما الان چند نفر تو لایو ام 550 نفر مثلا، این 550 نفر رو که نمیتونیم تغییر بدیم، مثلا در جایگاهی نیستیم که بخوایم کسی رو تغییر بدیم. چی نمیتونیم تغییر بدیم؟ خودمون رو. که چیکار بکنیم؟ یکی اینکه درست حرف بزنیم، درست تیکه نندازیم حرف زدن و شنیدن، روی این دوتا باید کار بکنیم دیگه. دقیقاً. و قدرت شنیدن و وایستا وقتی یه تیکه‌ای که بهت میندازه سریع درونیش نکن، یکی از لیبل های شخصیتی خودت نکن، اول از یه فیلتر ذهنی رد کن، با خودت فکر کن ببین من واقعا آیا این آدمم، به قول تو من دارم رو زنبانی میفارم که سر وقت بیام. خب هر کی هر چی میگه که نباید در ذهنمون رو با کنیم بیاد همچون شارت و شروط بچسبه به تمام وجودمون، بعد هر وقتی میخوام از تو مغزمون یه فکری میخواد بیاد بیرون از تو این فیلترها رد میشه میاد بیرون دیگه. وقتی تو میخوای برنامه ریزی کنی، فیلتری که من دیرم اینجاست، پس من که دیرم. یکی از چیزایی که خیلی همه میپرسیدن که آقا با آدمایی که تیکه میندازن چیکار کنیم، بهشون بگیم ساکت شو حرف نزن. ما یه موقعهایی بسرارت دگم یه دوستی دارم پیام، سالها پیش ما همه توی شرکت تبلیغاتی با هم کار میکردیم، بعد یک چند نفر بودن که تیکه اندازان مسلسلی قهاری بودن، یعنی از کنارش رد میشه چی میومد. خب بعد ببین ما به این اساسیم که با اینا نمیتونیم خیلی کاری کنیم، ما یه راه حل داشتیم، میگفتیم یه جمله بود، میگفتیم تو خوبی لابود، تموم شد. اینقدر مزه، و این هنوز برای من هست، مثلا اگه یکی به من یه چیز بگه من دوست نداشته باشم آنم بهش میگم، میگم بابا تو خوبی لابود. اوکی الو اینجایی؟ آره هست نگاه میشم. آره خلاصه اینه برام تو خوبی لابد جواب میده، به طرفم میگم، میگم آقا دوست باشه آقا نزدیک باشه، میگم آقا تو خوبی لابد خیلی خوب حالا تو خوبی چون حسش بهتری دیگه، اون تیکه میندازه که منو بیاره پایین در ذهن خودش، به اندازه خودش بشه که حالش خوب شه، چون تو ذهن خودش یه چیزی در من هست که در اون نیست، یه چیز روانشناسی اون زیره، ما با اونش کاری نداریم، ما مواظب ترکشا باید باشیم. من با تو خوبی لابد ماجرا رو حمل کنم تموم میشه میره. من حالا یه جوری معمولا جواب میدم که حالا تو همین تو خوبی لابده، ولی خب در قالب همینی با توجه به موضوع یه جوری میگم که طرف خودش جمع بکنه که نه به پوین شده باشه و هم بفهمه که تو رادارمه، به قول سینا سایی یه دوستای ما از میگه تو رادارمه، دقیقاً هم بس همینه، یه جوری جواب میدم که بفهمه که مدیر رئیس کیه. آره ولی داستانی که وجود داره اینه که باز به نظر من ما خود وقتی میایم تو آینه ببینیم خودمون رو میبینیم و درونمون رو خیلی موقع نمیبینیم. ما یکی از بعدهای شخصیتیمون بعد سومیه که دیگران دارن از ما میبینن و ما هیچ وقت بهش دسترسی نداریم. خیلی موقع دیگران دارن را میدونم که هر کی حرفی میزنه ما رو به خودمون بگیریم و بگیم حتما من اینجوریام، نه واقعا خیلی موقع هستن کسایی که دارن واقعا خوبی ما رو میخوان، طرف میاد حالا در قالب تیکه شاید یا در قالب صحبت کردن وقتی به ما یک انتقادی میکنه یک حرفی میزنه باید بشنویم چی داره میگه، شاید واقعا داره راست میگه. من یه چیزی که باش مخالفم وایستا برای اینکه من قبول ندارم اگه یکی خوبی منو میخواد به من تیکه میندازه، مثل که بگی نه تیکه اصلا نه الان آره آره سیلی میزنه در گوشم چون خوبی منو میخواد، میتونه روش های بهتری بسازه، ولی چطوری میتونیم بفهمیم که منظورش چیه؟ با همون تکنیکی که ریفریز کنیم، دوباره حرفش رو تکرار کنیم، ببین منظورت اینه و واسیم هم واکنشش رو ببینیم هم دقیقا بگیریم آقا من که به قول تو خیلی قشنگ گفتی اون قسمت سومو دارم از اون میگم درست دریافت کنم، شاید اصلا من متوجه نشدم چی میگه، تیکه رمزگشایی ها میخواد به این راحتی نیست. دقیقا و خیلی از اونور بوم هم خیلی میافتن، خیلی ها مثلا دارم میگم یکی پویسترش میگن آدم بدیه، دروش هم میگن آدم بدیه، مثلا فلان رفتار بده داره، میگه پویستر آدم موفق حرف زیاده، و
آقا شاید واقعا تو مشکل داری، برو فکر بکن چرا فکر میکنی هر کی مثلا پشت سرش دارن بد میگن یا مثلا دارن به خودت دارن اینو میگن، چرا فکر میکنی آدم موفقی هستی که دارن پشت سرت بد میگن؟ شاید واقعا بدی. اعتماد به نفس کاذبه. آره کاذبه. با اینکه من میگم هر کسی خودش بهتر از هر کسی دیگه خودش رو میشناسه، وقتی به اون شناخته برسی بتونی کنترل بکنی ذهن تو افکار تو، خیلی جا میتونی خودت قاضی باشی، ببینی که این حرف درسته این حرف اشتباهه، ولی چونی با توجه به اون صحبتی که داری میشنوی بهترین تصمیم بگیری، بهترین قدم ها رو برداری و اصلاح بکنی خودتو. دقیقا. هی میپرسن چی شده چی شده، کامنت ها رو بستیم، پین منم پرید. ما داریم بچه ها راجع به تیک انداختن صحبت. ما راست میگه هر کی بیاد تو لایو نمیفهمه چی این یه باگ اینستاگرام داره خدا وکیلی درستش کن. کامنت رو میبندیم، مین کامنت هم میره. ما داریم کامنت رو باز کنیم. باز کنم. ما داریم راجع به تیک صحبت میکنیم دوستان آشنایان. چرا این تیکه میدازیم؟ مشکلمون چیه؟ چرا حرفمون رو رک و پوسکنده نمیزنیم؟ ولی من میخوام بگم یکی از بزرگترین خصوصیت های فرهنگ ما ایرونی ها اینه که ارتباط غیر مستقیم زیاد داریم، یعنی اینکه طرف مقابل بفهمه مثل چی؟ مثل همون تعارف کردن. خب ببین سارکازم تیکه نمیشه، باز یکی نوشته به معنای سارکازمه، بازم نمیشه، تلخ حرف زدنه ولی تیکه نیست. ما با تیکه طرف رو اینجوری میبریم زیر ساتور، چی 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 به قول پارسا ما چیزش میکنیم، چی گفتی؟ بدهکارش میکنیم، خودمون طلبکار میشیم. خیلی قشنگ گفتی، اینو دوست داشتم. آره بعد جالبیش اینه که هر کم زودتر بگه جاشون عوض میشه. من اینو اینجوری نگاه نکردم. ببین من یه چیزی دیدم، من متوجه شدم یکی دو تا از این موانع ارتباطی که تو فرهنگمون داریم پشت سر هم مسلسلی میاد. خب مثلا یه دفعه این همین تو این لایو دوباره همسرم گفت که یه دفعه موقع خدافظی همسر من به شوهر یکی از دوستای ایرونی من گفته بود که چقدر ساعت باحاله، مثلا چین برندش، نه تو خوشت اومده خوشت اومده، اینجوری در آورده بود و داده بود بهش، تو رو خدا مال تو مال تو. اینا گفتم نه داداش، من گفتم این ساعت چی ساعت میدی کارا چی میکنی؟ بعد چیزی که بعدش گفته بود، گفته بود بابا dude you don't get me، یعنی اصلا نمیفهمی اصلا من چی میگم. و بعدن که من بهش گفتم، داشتم برای راجع به تیکه میگفتم، گفت ببین پس این دوست ما هم تعارف کرد هم تیکه انداخت. یعنی دو مسلسلی خدمتش رسیده. از مزایای شیخ ما این است. ای سخته، سخت آدم هم فرهنگ ایرانی باید هندل بکنه هم فرهنگ آمریکایی رو زندگی کردن سخت احساس میکنم. آره دیگه شیرینی های خاص خودش هم داره. الان امروز ما مثلا به فرض ناهار بادمجون کبابی خوشمزه خوردیم، اینم یکی از چیزای خوب فرهنگ ماست، غذای خوشمزه. خب یکی نوشته دقیقا همین موضوع، همکار من اینطوریه، همش حرفاشو با تیکه میگه، بعد میگه شما مشکل داریم به خودتون میگیرین، ولی لابلای حرفاش میگه من خوبم، خوب بلدم، من خوب بلدم تیکه بندازم. آره دیگه این اصلا هنر نیست نظر من، خوب بلدم تیکه بندازم. آیا همون قدری که خوب بلدیم تیکه بندازیم، خوب هم بلدیم مذاکره کنیم، خوب هم بلدیم حرف بزنیم، خوب هم بلدیم پارتنرمون رو بشنویم صحبت بکنیم؟ بعد خیلی موقع آدم ها با پارتنرشون تو رابطه مخصوصا حرف نیم، حالا اینو من دارم جلو قاضی ملک بازی میکنم، ولی خیلی موقع جدی دارم میگم، من چون اینو خیلی آسیب دیدم ازش و آسیب حتی شاید زده باشن در تو با این داستان، ولی یاد گرفتم که حرف بزنم. خیلی موقع حرف نزدنه چیزی جز آسیب نداره، چیزی جز به هم ریختن ذهن نداره، ذهن آروم. ببین یکی گفته که سکوت در مقابل این افراد باعث سایش خودمون میشه. سایش در صورتی اتفاق میفته که شما حرف اون آدم ها رو درونی کنین، ولی وقتی من با خودم فکر کنم بابا این یه مشکلی داره بنده خدا، حالا من نمیگم مریضه، ولی یه مشکلی داره، این باید بره یه روانکاوی اساسی بشه، که من بی خیال بس به فکر کنم خوشحال باشه، من که اینو نمیتونم عوض کنم. دقیقاً خودمون رو به همه توضیح بدیم که کل 24 ساعت رو توضیح بدیم. آفرین، 24 ساعت باشی واسه توضیح بدی که آقا بابا اینجوریه. نگم برات از مثالاش دیگه، تو خودت الان تو سوشال میدیا هستی، فت فراوون هست. خب بذار ببینیم دیگه چی نوشتن. از اینفلوئنس مارکتینگ تو ایران بگو. میگه که یه نفر بهت گفته که پارسا از اینفلوئنسر مارکتینگ تو ایران بگو.
یعنی چی؟ من فکر کنم اینفلوئنسر مارکتینگ تو ایران تو این لایف که اصلا جاش نیست ولی حالا حتما. من خیلی موزیک اصلا تخصص من هم نیست. کلاب هاوس ماشاءالله حرف زیاد راجعش. آره آره. ماشاءالله یه رومی هست راجع به این داستان. من یه دونه نیست. دیشب 7-8 تا بود. و به در زبان‌های متفاوت. متاسفانه اصلاح کردن افراد نزدیک خود تو این مملکت یکم سخت. آقا بچه‌ها خواهش میکنم دست از سر تغییر و اصلاح سایرین بردارید. ما نه در جایگاهش هستیم و نه تواناییش رو داریم. من سلماز خیلی هنر کنم خودم آدم بهتری کنم تو اگه بتونم بکنم. این انگوش وقتی میاد یه اشاره به سمت شما، سه تا دیگهش به سمت خودمه. بنابراین شما میخواین آدم های اطرافتون آدم های بهتری بشن، باهاتون بهتر برخورد کنن، رو خودتون کار کنید. دست از سر بقیه بردارید، امکان نداره بتونید، واقعا نمیشه. بعضی ها تیکه میدازن بعد میگن شوخی کردم چه بی جنبه ای. آره دیگه، اون توجیه بدشه و شما اونجا متوجه میشین که این تیکه هیچ اصولی نداشته و واقعا به شما ربطی نداره. چون من نتونم بکاپ کنم چیزمو، تیکه خودمو، دیگه معلومه که همه پاسا. اگه از طرف فامیل تیکه بخوریم چی کار کنیم؟ از طرف فامیل؟ آره من خیلی وقت با فامیل قضیه رو بتم اصلا بچه را قبل از مصرف با تکون میداریم بچه دیگه که تو فامیل زیاد بوده همیشه نجبه موضوع مختلف. ولی بعض همونه دیگه، خیلی موقع بشنوی یا بعد از این گوش راحت بکنی یا بررسی بکنی یا ببینی واقعا به درد نمیخوره بشنوی بعد راحت بشی. خیلی جام جواب دادن تیکه، حالا مثلا من دوستم بهم تیکه بندازه میدونم چه جوری جوابشو بدم که دهنش ببنده، ولی خیلی موقع مثلا یک فامیلی که میاد یه حرفی میزنه، خب طرف بیشوره داره همچه حرفی میزنه، من اگر جواب بدم شاید نه درست باشه نه چیز بدی باشه. حالا یه مثال خیلی زشت ما تو زنم آدم بزنم، گفتم نه میخواستم میگم یه گاف لگت بزنه تو که نباید بهش لگت بزنی که نمیخواست بگه تا تشم گفت. آره نه گفتم اینو نشنی، میخوام بگم که نمیخواستم فامیل با این چیزا مقایسه کنم، ولی خب من اگر فامیل کسی اینجا هست شوخی کردم. ببین من دیگه برداشت نکنید، همه رو به من بگیرید، همه رو به من بگیرید. ببین یه چیزی که هست، کسایی که از تیکشون ناراحت میشید، اینم یه تمرین خوبی برای تقویت جسارتتون. بهشون بگیم ببین من الان نفهمیدم منظورت چه، منظور تو اینه یا اینه، رو به رو کنین ولی مؤدبانه. مثلا ما اسپانیا خیلی خوب تیکه میندازیم تو حرفامون ولی خب منظوری نداریم، اغلب اصلا هم چیزی ما نداریم. تیکه یعنی من منظور دارم ولی جسارت و جرأت مستقیم صحبت کردن ندارم، میبرمش تو قالب تیکه. منظور نداریم یعنی چی؟ منظور نداری چی نگیم؟ ببخشید یه موقعی چیزایی میگن از کجا بفهمیم تیکه از حرف طرف؟ این دوستم اصلا الف باشه، خب اگه متوجه نمیشه تیکه نیست. تو در یه جایگاه، شما در یه جایگاه خیلی خوبی قرار داری، همونجا بمون، خیلی جای خوبیه. به نظر من با شخص تیک انداز مثل دیوار برخورد کنیم، انگار وجود خودش رو انکار میکنیم. این که یک سطحی از رستگاری رو شما طی کردین به اونجا رسیدین. حالا من سوال شما بپرسم، کسی که حرفشون رو با... اینو تو کامنت ها داشتم میخوندم، کسی که حرفشون رو با شوخی میزنن من ازت کار اشتباهی میکنم؟ ببین اگه شوخی آسیب زننده نباشه، این برمیگرده از یه تیکه اعتماد به نفس کم ها. من خودم یه موقع هایی میدیدم که وقتی شوخی میکردم به خاطر اون که اعتماد به نفس رکوبوس کرده حرف زدن نداشتم، با شوخی میگفتم. ولی اگه شوخی آزار دهنده نباشه و فقط برای خنده باشه و شما رو زیر سوال نبره، اتوکی. ولی اگه به شما، به تمامیت شما توهین کنه و باعث بشه که شما فکر کنی که آقا من یه چیزی، یه مشکلی دارم، نه این مشکل داره. برای نظرم اون باز میشه تیکه دیگه. مثلا چه شوخی؟ اما من این یاد این کامنتار میخونیم نه با تو هم نه شوخی دیگه، خیلی مقادم و حرفاشونو با شوخی میزنن دیگه. مثلا چی میگن؟ مثلا چی میگن؟ نمیدونم، ولی خب پیش اومده دیگه، هم توی زن همه هست، زن من باید بگم نمیاد مطمئنم. خیلی من از بچگی اینجوری بودم، معلم مثلا بلندم میکرد درس بوسه همه چی یادم میرفت، بول میشدم. میبی اصلا نمیدونستی از اول چی باید بگی. من که کلا وارد کلاس میشدم همه چی یادم میرفت، از حول این تخصصی ها و اینا. اصلا اون روزا رو یادم ننداز. وای 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 وای. اینکه خب اگه خیلی در مدرسه اون رو تنگ میشه شما ابدا، حتی انقدر.
من خیلی بابا اصلا زمانی که من مال بابا قورقورم و اون موقع خیلی مدرسه سخت‌تر از حالا بود. اگه جوراب رنگی میپوشیدید یه هفته نمیذاشتم به مدرسه، تو برو ببین چه خبر بود. جوراب یا سفید یا سیاه تا زیر زانو، ولش کن ولش کن، نگیم نگیم. من از همه انتقادم رو با شوخی میگم اما هیچ کس ناراحت نمیشه. دوست هپی 347، خب شما از کجا میدونید ناراحت میشن؟ ازشون بپرسید، شما سوال جواب بپرسین، شاید این طرز فکر شماست که ناراحت میشه. خب وقتی با تیکش ما هم آسیب بزنیم، چرا آسیب بزنیم؟ چرا بعدش هم ما وقتی بقیه رو آسیب میزنیم، خب بیشتر 90% انرژی آسیب برمیگرده به خودمون. فکر نکنید روح و روانتون در آرامشه، چه کاریه؟ تو چی دیدی اینجا؟ من چیا رو؟ چرا اینا به خودشون گیر دادن اسپانیا؟ بعضی ها تیکه میندازن واقعا روزها روی اعصاب آدم هستن. برای مثال چند روز پیش یکی تیکه بنداخت و هر شب خوابشو میدیدم عزیزم. آره یکی به تو گفته رفتی پایین نمیبیننت، یعنی چی؟ نه من بالا. خب چیز دیگه ای داری بگی؟ تو خوابت نگیر؟ نه این تیکه بود الان. نه نه یا واقعا فکر نمیدونم اما شوخی میکنم. نه واقعا ببین این خیلی خوب بود، این خیلی الان خوب بود، میدونم کهیر میزنی ولی این ارتباط موثر بود. تو با من روبرو کردی و من اگه جسارتشو نداشته باشم که درست با تو صحبت کنم دیگه مشکل خودم. من واقعا یه لحظه احساس کردم داره خوابت میگیره، آخه چشات یه ذره خواب. نه چون یه چشام میگم من چشام میگم ضعیفه، یه چشام میگم انتاسیت، یه چشام به دفتری که نوشتن نوتاره و فکر کنم دارم بررسی میکنم واسه همین میگن که شوخی که جنبه تیک انداختن داشته باشه بازم عین همون تیک انداختنه. آره بابا اصلا بچه ها وقتی میتونیم رک و پوسکنده حرفمون رو بزنیم، آخه چرا این بازی های روانی رو با هم بکنیم؟ چرا این بازی ها رو؟ بذار من جواب شما رو بدم. بخاطر اینکه خیلی موقع گوشه شنوا وجود نداره به حرفامون. خیلی موقع میدونیم اگر حرف بزنیم شنیده نمیشیم. اون تیکه هم که میندازیم نمیخوایم تیکر بندازیم که حرف بزنیم. خیلی موقع تیکر میندازیم چون حرفاتمون قلمبه شده، حرفایی که میدونیم گوشه شنوا واسش وجود نداره. تو از یه تیکه اون میاد بیرون. در حالی که مهم همینه دیگه، تمام این چرا من نفسش میتونم همین بود. بعد که این کار رو میکنی به حرفت گوش میدن؟ یعنی چی بعد از که تیکر میندازم؟ به نظر من کسی که تیکر میندازه برش مهم نیست حرفش رو گوش کنه، نه فقط داره حق رو آره حرفش رو داره یه تیکر از حرف پیده بیرون دیگه، از اون حرفایی که نزده، حرفایی که میدونسته شنیده نمیشه، گوشش شنوایی واسش وجود نداره یا راجع به مسائلی که میدونه قرار نیست هیچ وقت حل بشه، فقط تیکر میندازه. با متوجه آسیب باشم نیست، خیلی موقع متوجه آسیبایی که خودش هم بره میبینه نیست، با حرف نزدنه به جای تیک انداختنه. یعنی از هر دو جهت آسیبه. راه آسونش اینه که آره تو حرفتو نزنی به موقعش تیکش رو بندازی، و این راه سخت و درستش اینه که بتونی حرف بزنی، اون کسی هم که قرار بشنوه گوش شنواش تیز بکنی، سعی کنی که یا اگر بلد نیست تو بلدی گوش کردن بهش یاد بدی، یا انقدر سعی بکنی که تا بشنوه بالاخره. من میگم اگر تو شما با یه نفر در این ارتباط رو داریم، مکالمه رو داریم که این طرف قابلیت فهمیدن حرف مستقیم رو نداره، ما به شدت و حدت داریم زمان و انرژی خودمون رو هدر میدیم که با تیک انداختن یه انرژی منفی هم از خودمون متساعد کنیم به بیرون. اون آدم اگه میخواست بفهمه میفهمید. اگر آدم بهمون نزدیکه که میتونیم اون رو پوس کرده حرف بزنیم، اگه دوره بازم داریم انرژیمون رو هدر میدیم. و یه چیزی یادتون باشه، مهم اینه که وقتی من سلماز به امیر پارسا فکر میکنم چه ایمیجی، چه تصویری تو ذهن من میاد. وقتی با تیک حرفمون رو میزنیم یه تصویر خیلی منفی، هر بار که اسم تو میاد تو ذهن من مثلا یا اسم من تو ذهن تو فقط یه دون تصویره میافتی. واقعا مهم اینه که ما ببینیم میخوایم از خودمون چه اثری دور و اطرافیانمون به جا بذاریم. در لحظه خودمون رو خالی کنیم، که خالی کرده باشیم که اونو آدم کنیم، یا تو ذهن آدم ها چه ایمیجی میخواییم بسازیم از خودمون. من میفهمم که بعضی میرن رو اعصابمون، ولی بالاخره من کامنت خوندم میخوام اینو جواب بدم بعد بکنم دیوک نمیم خدا بزی کنم. آره. یکی نوشته بود که چهار کنیم که بعضی موقع آدم ها انتخاب پذیر نیستن. درسته خیلی ها نیستن، خیلی موقع خودم هم نیستیم، ولی یه سری جا ما حقی انتقاد نداریم. مثلا به قول شما کسی نگه از همون نظر خواست که ما داریم نظر میگیم، کسی انتقاد خواست که داریم انتقاد میکنیم.
اگر کاری که طرف داری میکنه داره به ما آسیب میشه، برای به ما آسیب میزنه، با حرف زدن میتونیم مطمئنا اعتراضمون رو بیان بکنیم. و خیلی موقع ما وقتی میگیم طرف انتقاد پذیر نیست، که یه جای انتقاد کردیم که اصلا پذیرشی نیاز نبود طرف مقابلمون، اصلا یارو پیش خودش فکر کنه که این که داره به من انتقاد میکنه واسه نپذیرفته، و ما پیش خودمون میگیم خب فلانی انتقاد پذیر نیست، یه داری که اصلا من کیم که بخوام انتقاد بکنم؟ من چی میدونم از طرف و کاری که داره میکنه و زندگی طرف که بخوام انتقاد بکنم؟ یا اصلا اجازه گرفتم که انتقاد میخواد بشنوه یا نه؟ منم انتقاد خیلی چیزای درست تر، یعنی راه و روش خیلی متفاوت تر از چیزی که همه دارن انجام میدن، که حالا فکر کنم یه بحث جداست کنم. آره دقیقا چقدر خوب گفتی، مرسی واقعا. این یک پایان جذاب و ترتمیزی بود براش. خیلی ممنون. چیز میخوای اضافه کنی به این مطالبه؟ نه من الان نگاه کردم همه چیو گفتیم و دمتون هم گرم. دست شما درد نکنه، مرسی که بودی. هیچ کس بهتر از تو نمیتونست واقعا این بحث تیکر رو مرسی خیلی ممنون بچه از همه تونم متشکرم. تا لایو دیگر مواظب خودتون باشید. فعلا خدافظ.